ماده بود و سمت و سو داد که اینا اوج بگیره در واقع. یعنی اون بدون اون واقعیت به طور خود به خودی هم قیام نمیتونه کاری بکنه. میتونن خیلی گسترده به رژیم ضربه میزنن، رژیم رو تضعیف میکنن، ولی اگر بخواد پیروز بشه باید اون چیزی که تحت عنوان شرایط ذهنی میگن فراهم بشه، و اون چیزی که تحت عنوان شرایط ذهنی هست نیروی پیشتاز، نیروی مهمشه که بتونه پیش ببره. دقیقاً همینان عزیز، تصاویر رو میبینیم از همین اعتراضات روزهای اخیر و برمیگردیم برنامه ارتباط مستقیم با هم ادامه میدیم. در عرض یکی دو روز طیف اقشار از بازنشستگان تا کارگران فولاد تا دانشجویان تا غارت شدگان و بعد شعارها، بر مثلا همین خانم شریف محمدی اعدام محکوم شده. من اونو چرا اعدام چیکار کرده؟ ولی فعال کارگری، ولی حالا اون که یه ظلمیه که همیشه برمارده همه هست، ولی این که یه ادهی به طور علنی از کسی که اعدام میان دفاع میکنند و اسم و عکسش میگن، خب یه ارتقای در مبارزه من. بله، بعد هم گفتن دولت جنایت میکنند. بله. مجلس حمایت، یعنی همه رو ترتیبشون دادن به جز ولی فقیه و یه ذره مونده که بعد بتونن بمونم دقیقا تیز حرفشون رو بزنن. سلام میکنیم به آقای فلاحیان، محمد فلاحیان از آلمان، بشنویم صحبت های شما رو. با سلام به شما خانم بهودی و همچنین آقای مفیسامه عدیس و همه دوستانی که به دیدار سیمای آزادی نشستن. هم مسئول دوستان گفتن دیگه، همه چیزهایی که من نوشته بودم اضافی شده، ولی خب شروع میکنیم. رژیم سال هاست که سعی میکنه برای خودش یه خندق دفاعی درست کنه، اونم تو غزه، تو لبنان، تو سوریه، تو یمن و تو عراق، و تمام این خندقای دفاعی که برای حفظ خودش درست کرده بود الان به یه باطلاق تبدیل شده و این باطلاق داره روز به روز عمیق‌تر میشه. چون خود رژیم گفته بود ما اگه توی غزه نجنگیم باید توی تهران و کرمانشاه بزنیم، ولی خوشبختانه مبارزات مردمی هم روز به روز داره رشد میکنه و این مبارزه در تهران و کرمانشاه هم امیدوارم که هر چند زودتر اتفاق بیفته. آقای پزشکیان و افراد پزشکیان به هیچ عنوان قادر نیستن مشکلاتی که ما امروز توی ایران داریم حل کنن. اینا اگر مشکلات رو میشناختن اجازه نمیدادن که به وجود بیان. روی همین حساب اینا کسایی هستن که با یه سری قول و وعده میان، ولی در مجموع
آچوانس میشن و میرن. این مشکل ها بعدم الان پزشکیان تو چه شرایط بدی قرار گرفته، دیگه هیچ بولی نمیتونه بده، هیچ برنامه ای نداره، چون از روز اول اومده خودش تسلیم خامنه ای کرده و باید همه اون کارهایی انجام بده که خامنه ای ازش میخواد. یک مسئله هم که امروز وجود داره اونم که مسئله مماشاته، که خط مماشات هم 45 ساله سعی میکنه که این رژیم رو حفظ کنه، ولی خط مماشات هم امروز دیگه به بنبست رسیده، همونطور که رژیم به بنبست رسیده مماشات هم امروز به بنبست رسیده. و این داد و ستدی هم که رژیم توی این 45 سال با مماشات و حتی خود اسرائیل داشت، که با هدف اصلیش هم این بود که اپوزیسیون ایران یعنی سازمان مجاهدین رو از کار بندازه، موفق نشد. و اینم یکی از مشکلاتیه که رژیم رو به بنبست رسونده، نمیتونه مشکلات مردم رو حل کنه، نمیتونه مشکلات ورودی اپوزیسیون رو حل کنه و شرایطی که من میبینم قیام سراسریه. امیدوارم که هر چه زودتر اتفاق بیفته با کانونهای شورشی، با نیروهای سرنگونی طلب و هیچ اصلاح طلب و هیچ رژیمی دیگه قادر به ادامه نگه داشتن این رژیم نیست. امروز یکی از افراد خود رژیم میگفت اگر جنگی در بگیره مردم در اون شرکت نمی کنن. ما تو سال 61 نیستیم که داوطلبانه عده‌ای از روی میدان‌های میر رد بشن. امروز اگر جنگی در بگیره همه فرار میکنن و اینم مشکلیه که رژیم داره و خودشون رو خیلی خوب میدونه. مشکلات ایران هم اینقدر زیربناییه که با رفرم و نمیدونم با هر چیز مماشات اصلا یه قابل حل نیست. تنها راه این رژیم سرنگونی این رژیمه که مردم ایران میتونن از دست این رژیم و از این مشکلاتی که امروز در ایران وجود داره راحت بشن. خیلی ممنون که این وقت رو من دادید. مرسی. تشکر از شما و شرکتون در برنامه. آقای سامی شما یه جای صحبتتون خودتون اشاره کردین در فرصتی که پزشکان رفته بود نیویورک سازمان ملل که اونجا میپذیرایی گسترده ایرانیان ازش کردن، همزمان خامنه ای اومد در واقع مخبر رو گذاشت به عنوان مشاور و دستیار خودش. داستان چی بود؟ چرا این کارو کرد؟ این پست یه دفعه از کجا سر در آورد؟ اگه که توجه کنیم موقعی که وزرا تعیین شدن، اون که میگه وفاق، در حقیقت یک نوع سازشی یا هرچی بین در کلی ترین چیز پزشکیان به مثلا روحانی ها اینا و قالیباف بود، مجموعا اینا بودن. بله. به اضافه اونایی که سهم ولی فقیه که از رئیسی بودن مثل وزیر اطلاعات. خب یه ده اونایی که روشون مسئله داشتن اونا هم باز بود. خامنه ای گفته و بعدش گفت که من بعضی ها نظر ندادم، گفتن مجلس، ولی به هر حال همه تایید شدن. ولی اونایی که رأی کم آوردن همین هایی هستن که حالا هی بهشون میزنن از طرف باند جلیل. ولی این کفاف نمیدهد، یعنی این باید یک نیروی دیگه بیاد، به خصوص با این رسالتی که براش قائل میشه برای مخبر که جوانان را همکار دولت بشن. همکار دولت هم یعنی علاوه بر نهادهایی که تحت امر ولی فقیه هستن که مثلا مخبر اینا را جایگزین کنه جایی که میتونن، بر دولت هم براشون بیارد اینا را کنترل بکنن. به مثلا اگر جایی معاونتی هست، نمیدونم استانداری ها به خصوص که هنوز تعیین تکلیف نشده و خیلی جاهای دیگه هست. حالا این آقای ولی فقیه خیلی کارش جالبه. یعنی دولت که باید بری پیشش بگی آقا نظرتون چیه؟ میگه قبول. خیلی تو همه وزارت خونه ها که یه نماینده ولی فقیه هست، استانداری ها هم که در هر استانی نماینده ولی فقیه هست، تو وزیر علوم، تو همه دانشگاه هم که یه نماینده ولی فقیه هست. درسته؟ حالا یه دولت سایه هم هست که رئیسشون حالا بگیریم جلیلی یا محصولی، جلیلی توی مجمع تشخیص هست، رادیو تلویزیون هم که دستشونه. یکی هم حالا اومد دولت موازی که مخبر هست. برای چیه اینا؟ خب فقط این نیست که خب میخوان اموال غارت کنن، این هم هست،
سرمایه رو غارت کنه همه سهیم بشه هست، ولی اون چرا؟ تو مخبر که بود تموم اون دم دستگاهی که هولدینگ هایی که کارتر هایی که تحت کنترل ولی فقیه که مخبر بود، برای اینه که اگر جایی نتونستن مستقیم پزشکیان رو کنترل کنن، یکی رو میذارن جاش، حالا چه مستقیم، چه با فشار، چه با استیضاح و به شیوه های مختلف. به نوعی این چیزی که در حکم میرسه دستیار، یک بار دیگه فکر کنم اتفاق افتاده که خامنه ای برای یه سپاهی تو امور نظامی همچی حکم داده، تا اونجایی که خوندم این دفعه دومیه با این عنوان. نمیدونم شما جای دیدین دستیار میگه، دستیار رو فکر کنم برای رهین صفوی یه بار یا یکی دیگه شون به کار برد در امور نظامی، ولی اینکه دستیار ولی فقیه باشه در حقیقت میخواد بگه که من کنترولا دارم. این هم یعنی بالا دست دولت، دولت سایه فشار میارد از طریق رادیو تلویزیون و رسانه هایی که دارد، دولت فلان هم که در استیصاله که چیکار بکنه، این هم هست که کنترل داره برای اموراتی که داره. خب ببینید آقای اسماعیل ببخشید، یک سوال اینجا پیش میاد، این که دولت رو تماما از نیروهای خودش چیده، حالا چون دیگه ملت چند سال پیش گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، تازه اصلاح طلبی هم که الان حتی به میزان به قول شما گذشته در کار نیست، چقدر شک به همین کسانی که تمامشون محور اصلیشون حفظ نظامه هست، که به دولت سایه نیازه، که به مخبر نیازه، یعنی این حکایت از چی میکنه داخل این رژیم؟ خب ببینید این همون بحرانه دیگه، وقتی که بحران انقلابی بالا میگیره نمیتونی پیش بینی کنی که یک نفر نزنه زیر میز، نه به خاطر اینکه ذاتن بخواد همراهی بکنه، ولی شرایط فشار میاره جامعه هست. قابل اعتمادم که نیستم، توشون هم که ماشاءالله پر جاسوسه، یعنی یک اتفاقا یکی از ابتکارات خامنه ایه که همطوری این اونا کنترل میکنه، اونا کنترل میکنه، یعنی خودش میدونه چه خبره. بله، در درون خودش دقیق میدونه، یعنی این نیست که شب خوابیده گفته بذار اینم من یه شغلی بهش بدم، چون یعنی که بعد نمونه داره و مطلعه که ضروری دونسته. بله، یعنی ببینید این شرایطی که تو جامعه هست، یا آدم ها میاد میدوزن میرن، یا اگر هم نرن کاری باشون ندارن، یا عدهشون هم میگیرن ممکن بدازن زندان. خیلی خوب، یه عده اینجوری هم، یه عده همین کارا میکنن، فهم اونایی هم که باید بدن میدن، در امن و امان هم هستن. مثلا چای دبش چی شد؟ اصلا فراموش شد. حالا البته هر روز یکی یه چای دبش. آقای صدیقی هم همینطوری شد، باغ‌های مربوط. بله، اونم که اصلا یه چی نصیحت هم میکنه دلانه. بله. خب یه دم اینجوری هم، ولی یه دم ممکنه باشد به نوعی دیگه عمل کنن. یعنی خود این خامنه ای گفت برای احمدی نژاد، البته اشتباه میکرد اونجا با، ولی گفت این وقتی که میره خارج من خیالم راحته، یعنی بقیه شون وقتی میرفتن خارج خیالشون راحت نبود، طرف میرفت آمریکا تو کوریدور سازمان ملل میخواست مثلا نمیدونم اون یکی آمریکایی رد بشه، باید الو تلفن اجازه میدید ما اینا سلام علیکم بکنیم؟ نه اجازه نمیدیم، ولی میگه خب یه وقتا رفت آبرو مثلا میره. میدونی منظورم اینه که یا کارایی که با روحانی اتفاق افتاد، شب خامنه ای صحبت میکرد یه چیزی میگفت، فردا ظهرش روحانی یه مطلقی بهش میگفت، یه چیزی میپروند وسط که اینجوریه که همه حرفه که راجب سپاه زد دیگه، دولتی که اسلحه داره نسانه داره از این حرفا. منظورم اینه ضمن این که اینا رو به کار میگیره، هر چقدر که بتونه به کار میگیره، سهمشون رو به اندازه‌ای که میده که تا اونجایی که میگن ما در خدمت آقا هستیم، ولی اعتماد نداره. به برخی ها بودین میگه، مثلا رئیس را خیلی اعتماد داشت، مخبره به نظرم خیلی اعتماد داشت. من اول که صحبت جانشینی مطرح بود، جانشین رئیسی انتخابات، فکر میکردم یکی باید به نوعی مخبر بیاد، چون مخبرم گفته بود تا انتخابات هستی
مثلا اون خیلی آدمیه که بهش اعتماد داره و از اینایی که خیلی اعتماد داره اینا هستن. ولی من فکر کنم حتی از دفتر خودشم شکایتی داره که برخی ها ممکنه اون ماموریت که دارن اجرا نکنن. نمیدونم این داستانی که راجع به حقانی میگن درسته یا نه، ولی به هر حال دیگه الان از اون مرتبه ای که داشت اومده پایین. فکر میکنم همین صحبت که در پیام آقای رجوی هم بود عطف به این موضوع که اگر خامنه ای عاقل و در وضعیت متعادل بود از یک سوراخ نفوذ دوبار گزیده نمیشد. البته در نمایش جمعه به روی خودش نیاورد و صورت خودش رو با خطبه خوانی عربی سرخ کرد. بله دیگه، این داستان وضعیت متزلزل درون رژیم که شما میگین. و ببینید ما یکی از چیزایی که همیشه تو بحثمون میکنیم، خود آقای رجوی هم اون موقع که جلساتی شورا علنی بوده نصف، این که یه منطقی وجود دارد حکرانی، ولی یه استثنایی وجود دارد به نام رژیم ولایت فقیه که منطقاش فرق میکنه. مثلا همین صبح چه منطقیه که اینا که این درآمده رو دارن حقوق اینا رو نمیدن؟ چه آقای اصلا آدم فکر کنه حداقل همش رو نمیدین، نصفش رو نمیدن. یعنی این منطق حکرانی به طور نرمال اینه که تو اروپا هم هست، اعتصاب میکنن چون نمیزنن، میگم 5% اونگه نه 2% بالاخره نگهشون میدارن، در یک لیمیت 3% مثلا 3% توافق را یه همچی چیزی. ولی خب این نیست. یا مثلا فرض کنید این منطقی که خب دولت انتخاب کرده، خب بذار دولت کارش بکنه دیگه، دیگه این کار چیه، اینم اون اینم اون. یعنی این منطق رو هست، همونطور که گفتن خب مثلا من فکر کردم خب عاقلانه اینه که حمله نکند، ولی گویا عاقلانه اینه که برای ولی فقیه که حمله بکنه، یا ناچار بود که بکنه. یا ناچار بود. بله، تشکر از شما. گوش میکنیم به صحبت‌های آقای علی افشار از ایتالیا. بفرمایید لطفاً. با سلام به شما، مجری محترم خانم بهبودی، و با درود به آقای مهدی سامعی که از نظر بنده راه درست سازمان چریکای فدای خلق رو پیش میبرم، همچنین با درود به رهبری پاکباز این مقاومت و سر تعظیم و اشرفیان در اشرف استه و کانونهای شورشی که با عملیات گسترده خود خواب و از چشم آخوندهای فاسد گرفتن. ببینید، البته حرفا زده شده، رژیم ملاها با آمدن جلاد 67 کاملا به سمت یک دست شدن برای سرکوب مردم ستم کشیده میرن. چرا که خوب میدونست به خصوص پس از بعد از قیام 1401 خطر جدی نه طرف اسرائیل نه طرف آمریکا، از طرف همین مردم و مقاومت مشروع اونا. مثلا در انتخابات ریاست جمهوری که گذشت، آمارایی که داده شده 12% رفتن پای صندوقای رد، و به گفته خودشون میگن حدوداً 40% رفت. یعنی چی؟ یعنی رفراندوم نه به حکومت ملاهای فاسد. بعدش از اینم که این برنامه هایی که الان توی برنامه مسئله پزشکیانه، باید بگیم که این جریان اصلاح طلب اون موقع که خاتمی بود و دنیا به کمک شتاب با مسائل اقتصادی و همه جوره رفتم پشتش، همشون تو همون دورم همه چیز گرون، تروریسم بیشتر شد. یعنی این رژیم اصلاح پذیر نیست و همه یواش یواش به این موضوع نزدیک میشن که سرمار تو تهرانه تمام این بدبختی ها. و تازه توی این درهم ریختگی و بدبختی مجبور شد تن بده به پزشکیان. یعنی جایی که مردم تو سال 96 و 98 گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، با دونستن تمام اینا این شکاف رو درون خودشون قبول کردن. اما به گفته خود پزشکی ها خامنه اینو از توی صندوقای رأی در آورد که بتونه مسائلش رو، جریانایی که درونش هست رو یک جوری
سر و سامون بده. البته اینا که من گفتم از درون رژیم، ولی ما از بیرون رژیم هم خیلی چیزا داریم. هرچند با این اعدام ها بیشتر شده، الان حدود 200 بالای 250 درصد که آمار اصلیش خیلی بیشتر از ایناست که بتونه قیام رو خاموش کنه. اینا درون رژیم بود، اما از بیرون رژیم هم بالاخره یه سری اتفاقات داره میفته. این هم اینه که رژیم آخوندها از درون پوسیدن، از بیرون به خاطر فقر و گرسنگی اعتراضات مردم خیلی بیشتر شده. عملیات کانونای شورشی که شکستن دیوار اختناقه خیلی بیشتر شده و این عملیات گسترده تر شده. از طرف دیگر جریان‌های بین‌المللی به رهبری خانم مریم رجبی به اوج خودش رسیده. کلی از پارلمانتارا، یا هر روزی نیست که در این گوشه و این گوشه جهان تظاهراتی گردهمایی‌های برای بر علیه رژیم و طرف مقاومت نباشه که خود خانم رجبی شخصا توی اون شرکت کرده. و خلاصه منظور من با تمامی این تفاصیل که این رژیم به بن‌بست رسیده و تازه به این نتیجه رسیدن که تمام بدبختی تو خاورمیانه سر مار توی تهرونه. و این سر ما فقط و فقط نه با اسرائیل نه با آمریکا، به دست خود مردم ایران به سنگ سرنگونی خواهد کوبیده شد و به زباله‌دان تاریخ انداخته خواهد شد. و در آخر به آقای مهدی سامه من بگم که وقتی که تو قیام 1401 مقاومت اسم بیش از 3700 نفر رو به سازمان‌های حقوق بشری میده که اینا رو دستگیر کردن، یعنی جنبش خود به خودی نبوده. درسته که فقط کافیه جرقه جایی زده شه کانونای شورشی خودشون رو میرسونن. یعنی این رهبری نشون داده که کمی جلوتر از توده‌ها و در مسیر خواسته های مردم حرکت خواهد کرد و به زودی انشالله که به سرنگونی نزدیک خواهد شد. خیلی ممنون از این که منو در این ارتباط مستقیم دعوت کرده بودید. باشید. تشکر آقای افشار از ایتالیا از نکاتی که گفتید. آقای سامه، سوال دیگه که اینجا مطرح میشه، عباس عبدی همین بله. خبرهای امروز بود که گفته که مشخصا دست گذاشته رو همین مواردی که شما اشاره کردید. اگر مسئله فیلترینگ، زنان، روابط خارجی، گزینش ها، صدا و سیما بهبود پیدا نکنه، هیچ اتفاق مثبتی نه تنها رخ نمیده بلکه وفاق با جامعه شکست قطعی میخوره. بعد وفاق درون دستگاه خودشون هم به سرعت به قهقرا میره و اصلا دیگه فرصتی برای حل مسائل اقتصادی هم نمیمونه. از الان اینا این چشم انداز میدن چه خواهد شد؟ ببینید، این اولا وفاق با جامعه که نبود، اصلا نبود. این الان مطرح کرد، یعنی اونم که میگو بین خودمون، شاید اسم مصاره همونه که اعتراضات و قیام یعنی بدتر از الان میشه، بیشتر از الان میشه. ولی پزشکی ها میگو بین خودمون، بله، همیشه میگو، یعنی بله، این الان اینو مطرح بله. کرده. این که یک نکته. دومی که حتما آقای عبدی یادشه که اون موقع خیلی ها، حالا غیر از مقاومت های شورای ملی مقاومت، میگفتن که آقا ولی فقیه همه کاره، اگه قرار فیلترینگ برداشته بشه، اگه قرار برجام امضا بشه، اگه قرار اینا بشه، این ولی فقیه باید کارت سبزش بگه و پزشکی ها نمیتونه. منطقه اون موقع سکوت بود، نه آقا بالاخره دولت نقش داره. بله دولت نقش داره. در چی؟ در این که بخشی از پولای کشور دست ایناست، نقش داره که اینا تقسیم کنه. این حسن مالش، این تو، این محسن مال تو، اینم این داره نقش داره. ولی یک چیزی مثل فیلترینگ که دولت تصمیم نگرفته که دولت بیاد برکناش کنه، دولت میدونه حرفایی بزنه. این سرکوب زنان و زنان چیزی که مهمتر، اصلا مسئله زنان. خامنه ای گفت این سیاسی و یه چیز دیگه هم گفت، خیلی یعنی تأکید کرد بهش که من شرعی، نه شرعی گفت، شرعی گفت، سیاسی گفت، یه چیز دیگه هم گفت، حالا یادم نیست. به هر حال از این حرف، یعنی خیلی تأکید کرد بهش. اصلا
برایشون غیر قابل قبوله. اگر که اتفاقاتی دارد میفته بعضی ها زیر بار نمیرن، این به خاطر مقاومت مردمه. همطور که خب امروز دیدیم دیگه، تو فیلم ها دیدیم، دارن میگن آقا مجلس دولت جنایت میکنه، مجلس حمایت میکنه. خب نمیتونن جلوشه بگیرن، جلو این دهنه نمیتونن بگیرن. به این درجه از روش رسیده که این حرفا میزنه و شعار میده. منظورم اینه که ولی اصل قضیه اینه که اینا هیچ وقت به رسمیت نشاختن، برای اگرم دستشون برسه میزنن. شنیدم من همطوری که تو راه میمدن شنیدم که یه جای حمله کردن به بازنشستگاه. خب برگردیم به حرفای عبدی. فعلا لایحه مربوط به فلان حجاب و گشت ارشاد که تا قبل از پزشکیان شورای نگهبان حرفی نمیزد و مجمع تشخیص هم هی رد میکردن، دست به دست میکردن، دست به دست میکردن، اون دست به اونه، میخواستن واردش نشن از شرط قیام. بله فعلا که اینا تصدیق کرد، یه قانون شد. بله یک فیلترینگ هم کمین جلسه یه چند روز قبل بود که پزشکیان هم توش بود، اومد بیرون گفت این حالا کار آینده، حالا بریم تا بعد ببینیم چی میشه. خب مسئله مهمتر از این مسائل بین المللی که اصلا دارید مذاکره و برجام و اینا، یه در جنگه الان، بزن و بکشه چه هست. اساسا آیا امکان داره پزشکیان در این مورد نقشی داشته باشه؟ حالا ظریف که هیچی، این گرومیکور وزیر امور خارجه شوروی بود، شوروی اون موقع بود، خب دیدنم یه 30 سالی وزیر امور خارجه بود، خیلی هم تعریف میکردن که اینم فلان، اگه اونم بیارن وزارت امور خارجه باز ولی فقیه باید بهش بگه ببین این کار میکنه این کار نمیکنه، خودش هم گفته، اصلا خود خامنه ای گفته. پس بنابراین حالا ظریف آوردن، مگر اینکه بخوان سازش کنن. خب اگه خواستن بکنن دیگه، ظریف خودش هم گفته بود میدانی دیپلماسی. بله حالا که اصلا میدان کامل گرفته به چی دستشه. بنابراین در این صورت چه چشماندازی هست برای این پزشکیان و انتصابش که اومده به عنوان رئیس جمهور؟